دوم بهمن ماه 1394 خورشیدی و 22 ژانویه 2016 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مسائل مربوط به اون. یعنی خلاصه میخوایم ببینیم این انتخابات که اینقدر داغش میکنن، واقعا برای خودشون البته خیلی داغه، این قرار کیا رو بفرسته مجلس؟ در بهترین حالت کیا رو فرستاده تو مجلس؟ از دزد و قاچاقچی گرفته تا رشوه خوار و کارچاق کن و غیره. اینا رو امشب میگم تو برنامه. خب اونطور که تا حالا مشخص شده دو سوم نامزدای نمایندگی رد صلاحیت شدن، از جمله 99% اصلاح طلبا، از 3000 تا 10 نفر. ولی از اون ور برای مثال مؤتلفه همشون تایید شدن 100%. 290 تا داوطلب نمایندگی داره مثلا، یک نفر هم رد صلاحیت نشده از مؤتلفه. ولی مثلا حزب اعتدال و توسعه که طرفدار دولت روحانی است 11%شون تایید شدن از 340 تا 40 نفر. ببینین حساب شدگی تو رد صلاحیت ها فقط این نیست که اصلاح طلبا رو کنار بذاریم و خودمون کاملا محافظت بشیم. این هست که هر کی جرأت کرده انتقاد بکنه از تریبون مجلس، یعنی هر کی جرأت کرده بخشی از وظایف نمایندگیشو انجام بده رد میکنیم، مثل علی مطهری یا یه عده از نماینده هایی که همین الان عضو کمیته های تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبرن، مثل جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، جناب حسن روحانی. خب این همه وعده داد دو سال پیش، هیچ کدوم اون وعده هایی که برای باز شدن فضای سیاسی و مدنی تو کشور میداد انصافا محقق نشد، که هیچ، تو بعضی حوزه ها بدتر هم شد، مثل بخش موسیقی و نمایش و اینها. خب حالا که باز انتخابات و رئیس جمهورم مجری قانون اساسی است، نمیشه که هیچی نگه. تو این قلع و قمع حتی دوروبری های خودش میاد علیه، اصطلاح قشنگی هم به کار میبره، علیه میزان الحراره شورای نگهبان خیلی صریح موضع میگیره. همین دیروز پنجشنبه اول بهمن، همه دغدغه ها اینه که این آقا یک میزان الحراره رو بذاریم ببینیم که التزامش به اسلام، التزامش به قانون اساسی چه مقداره. خیلی حالا این میزان الحراره ها ما درست کار نمیکنه. بسیار خوب، کسی که میخواد بره نماینده مجلس شورای اسلامی بشه البته که باید به دینش، به اسلامش، اگه مسلمانه، اگر یهودیه به دین خودش، اگه ارمنیه به دین خودش، زرتشتیه به دین خودش، با البته که باید متعهد به دینش باشه، البته که باید التزام به قانون اساسی داشته باشه، التزام به ولایت داشته، اینا اصلا جز بدیهیاته. اما همین پس تمام دعوا اینه، پس محیط زیست چی شد؟ پس صنعت چی شد؟ پس توسعه کشور چی شد؟ پس بیکاری چی شد؟ رکود کجا رفت؟ ما همه مشکل ما همینه. ما در انتخابات چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟ چرا همش دو تا اصل رو چسبیدیم و بقیه چی؟ اینا میخوان برن مجلس چه کار کنن؟ ما باید بهترین ها رو به مجلس بفرستیم تو این شرایط منطقه، تو این سیاست پیچیده جهانی. خب بله، آخرش چی؟ مصالح نظامو که نمیدن دست این حرفا که یا فریب مردمه باز، یا در بهترین حالت شعاره، فقط چون ما بزای عملی نداره که. خامنه ای هم میاد به قول خودش مثل همیشه و مثل همون سال 92 که همین آقای حسن روحانی رئیس جمهور شد، میگه همه بیان رأی بدن، حتی کسایی که با نظام مشکل دارن، و واقعا اتفاق میفته. چند درصد از کسایی که سال 92 به روحانی رأی دادن با نظام مشکل نداشتن؟
میرن بین بد و بدتر از نظر خودشون به بده رأی میدن که بدتره نشه. خامنه ای هم به هدفش میرسه، همه خوشحال. خامنه ای میگه ببینین ما چقدر ریشه داریم تو مردم. این حرف اول من و مهمترین حرف من در همه دوره‌های انتخابات بوده است، الانم هست: شرکت همگانی و با نشاط مردم. همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟ قبلش ما باید امید ایجاد کنیم، شور ایجاد کنیم، رقابت ایجاد کنیم. خب یه جناح اگر نیست، یه جناح اگر هست که خب همونا دیگه انتخابات هفتم اسفند نمیخواد همونام تشریف برن مجلس دیگه. خب بله، الانم شرایط ویژه‌ای هست، شرایط پیچیده، به قول آقای روحانی شرایط پیچیده جهانی است که اینجوری قلقم میکنن. همیشه بهانه هست، یه چیزی هست، همیشه به قول آقای خامنه‌ای دشمن همیشه هست. ببینید، طبق این جدول از اولین دوره مجلس سال 58 تا امروز بیشترین رد صلاحیت ها برای مجلس پنجم بوده، فقط 35% تایید میشن. و بعد در رتبه بعد همین مجلس دهم که انتخاباتش هفتم اسفنده 38% تایید شدن. مجلس پنجم اولین دوره است که احمد جنتی میشه دبیر شورای نگهبان و شروع قطبندی سیاسی اصلاح طلب و اصولگراها، یعنی داره زمینه های دوم خرداد 76 آماده میشه، روی کار اومدن اصلاح طلب و رئیس جمهور شدن خاتمی. امروز هم ماجرای به قول آقایون فتنه هست و هم به قول روحانی عرض کردم پیچیدگی اوضاع بین المللی و این برجام و منطقه و این داستان. همیشه عرض کردم بهانه هست، همیشه ترس هست، همیشه دشمن هست. ببینیم ولی معنی 35% 38% یعنی چی؟ یعنی از هر سه نفر دو نفرشون صلاحیت ندارن نماینده بشن. از هر سه نفر کیا؟ کسایی که به قانون اساسی و ولایت فقیه معتقدن و غیره و غیره. خب اگه این واقعیت داشته باشی که کلاهتون پس، ببخشید، عمامتون پس معرکه است، که هیچ اعتمادی تو خونه خودتون به هم ندارین. اگر هم واقعیت نداشته باشه که نشون میده شما چقدر کم شمار و کم بنیه این. از هر دوتاتون، از هر سهتاتون به دوتاتون اعتماد ندارین. ببینید جالبه، مثلا میبینیم فلان کسی که الان نماینده مجلسه ولی علیه فیلترینگ تلگرام و محدود کردن ماهواره حرف زده، آقای سید هادی حسینی نماینده قائم شهر، رد صلاحیت میشه. دلیلش هم اعلام میکنن عدم التزام به اسلام. آخه کسی که میگه مسلمونم و شما تشخیص میدین که التزام به اسلام نداره، چطوری برای مجلس نهم تاییدش کردین؟ الان نماینده است. از این نمونه ها فراوونه. اوضاع خرابتر از این است که ما حالا یکی دو نمونه میگم، اشاره هایی میکنم میرم. حالا بعد از همه این صحبت و سخنرانی ها که ممکنه حتی تونتر هم بشه، یکی دو نمونه شو شنیدین از روحانی و خامنه ای، چه اتفاقی میفته؟ ببینین اینجور رد صلاحیت ها یه هدف دیگه هم داره، بالا آوردن رهبر. چی گفتم؟ بالا آوردن رهبر، برکشیدن رهبر به عنوان پدر دلسوز همه، حلال مشکلات اصلاح طلب و اصولگرا و از هر جناح و گروه و دسته. یکی دو نقل قول بگم خدمتتون. محسن روحامی عضو هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با اعلام این خبر که قرار است کتبی یا شفاهی موضوع رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنیم، گفت از ایشان می خواهیم دستور تجدید نظر نسبت به رد صلاحیت اصلاح طلبان را بدهند. سید حسین مرعشی پس از جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در مورد اخبار نگران کننده رد صلاحیت های اصلاح طلبان اظهار داشت جمعاً در کشور 3000 اصلاح طلب ثبت نام کردند که تنها 30 نفر تایید شدند، بر این اساس تنها 1% تایید شدند. این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه این اقدام هیئت های نظارت برخلاف منویات مقام معظم رهبری است، افزود این عملکرد برخلاف سیاست های کلی نظام نیز هست. آقایون خودشون سر کار گذاشتن گویا. سیاست های کلی نظام یعنی چی؟ منویات مقام معظم رهبری یعنی چی؟ که رد اصلاح طلب برخلاف اونه. ببینیم وقتی من میگم که حرفای بیمعنی برای حفظ وضع موجود، بعضی ها اعتراض میکنن. و
بعد ببینیم بیانیه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان منتشر میشه. در این برهه تاریخی اصلاح طلبان برای برداشتن گام دوم متحد شدند تا بار دیگر در راستای ماهیت مردمی جمهوری اسلامی و اجرای سفارش مقام معظم رهبری برای حضور همه نظرها و سلیقه‌ها حتی مخالفان نظام در انتخابات، مردم را به طور گسترده به مشارکت در این اقدام بزرگ ملی دعوت کنند. بعد امیدواریم مسئولان محترم با تجدید نظر در روند کنونی برای تقویت پایه‌های نظام زمینه‌های مشارکت حداکثری و جلب آرای عمومی را فراهم کنند. اگه نکنن چی؟ یعنی شما رو تایید نکنن چی؟ فرق نمی‌کنه. بازم مردم می‌کشن پای صندوق‌ها تا رأی بدن. شما که رد شدین به کیا رأی بدن؟ مهمه واقعا براتون. شکوری اراد دبیر کل حزب اتحاد ملت گفت ما به مردم این نکته را گوشزد کردیم که قهر از صندوق‌های رأی نتیجه نخواهد داشت و اکنون نیز در جریان اصلاحات و جامعه حرفی از عدم شرکت نمی‌شنویم. اصلاح طلبان با صندوق رأی قهر نمی‌کنن. بعد من دارم خوشنامه‌شون رو میگم و چهره‌های شاخصشون رو. کواکبیان برای مثال، دبیر کل حزب مردم سالاری گفت اصلاحات را در کف خیابان دنبال نمی‌کنیم. ببینین اصل ماجرا اینه، به هر قیمتی حتی به قیمت حذف خودمون حفظ وضع موجود، چون اگه بیاین به خیابون دوباره فتنه میشه و آقا احساس ترس میکنه و نظام تهدید میشه. و چرا اینا از هر طرف به هر حال به یه جا میرسن؟ بذارین از مجلس پنجم بگم تا الان سریع یه مروری که بدونین اصلاح طلب و بنیادگرا و تندرو و یواش رو نداره. منافع خودشون براشون مهم، منافع ملت و مردم و مستضعفین و اینا همه حرفه. وقتی نماینده مجلس پنجم که گفتم سختگیرانه ترین دوره تایید صلاحیت ها بود، وقتی تو اون دوره یکی تایید صلاحیت میشه دیگه باید شورای نگهبان پشت سرش نماز بخونه. بعد از همین مجلس قاچاقچی مواد مخدر در میاد، حکم اعدام میگیره. چقدر باید به داوری شورای نگهبان اعتماد کرد؟ آقای صمد قاسمپور، حاج صمد قاسمپور، رئیس سابق زندان تبریز، نماینده تبریز و اسکو و اینا، در دوره پنجم مجلس که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود به اعدام محکوم شد. برخی از شنیده‌ها حاکی از تلاش برای عفو و تقلیل حکم به حبس ابد برای این نماینده اسبق مجلس است. بهمن 92 امام خامنه ای عفوش میکنه. به دنبال درخواست امت حزب الله از محضر امام خامنه ای در خصوص جانباز و شاعر جبهه و جنگ حاج صمد قاسمپور به لطف امام خامنه ای به آغوش خانواده خود ایشان بازگشت. صمد قاسمپور آزاد میشه، بعد چیکار میکنه؟ میره میشه شاعر عاشورایی. قبل از اینم که بیفته زندان البته شعر میگفت، ولی بعد از زندان دیگه به عنوان شاعر عاشورایی اینجا و اونجا دعوت میشه، باش مصاحبه میشه. یه نمونه شد دیگه، حال دارین میبینیم، هم نوا باهاش مصاحبه میکنه و اینا. بله، دادگاه بدوی که حکمشو داد به اتهام حمل بیش از 100 گرم مواد شیشه، قاسمپور اعتراض کرد که علیه من توطئه شده و پاپوش درست کردن. پرونده رفت دادگاه تجدید نظر، حکم اعدامش تو دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. ببینین یا این پرونده سازیه، برای مثال یه نمونه دیگه برای حاج قاسم که خب یه پرونده سازی و حکم اعدام دیگه است توی سیاهه جنایت هایی که انجام می شود به نام نظام مقدس، تو این همه مجازات ناعادلانه و اعدام. ولی به قول خود آقایون درسته؟ خب اون وقت این سوال پیش میاد. همین دستگاه قضایی، همین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، همینا که ازشون استعلام میکنن مثلا که بعد متقاضی نمایندگی رو رد یا تایید کنن بر اساس اون استعلام، هیچ کدوم نمیدونستن که این بابا چی کار است. یه شعر ترکی واسه جبهه میگه، امام خامنه ای خوشش میاد، عفوش میکنه. اینا رو جدی دارم میگم و اینا حدس و یا مثلا شوخی نیست، عفوش میکنه تموم. دموکراسی کولاک میکنه واقعا. چه کسی مسئوله؟ شورای نگهبان مسئول نیست که اینو به عنوان نماینده تبریز تایید میکنه. بعد بیاین جلوتر، از مجلس ششم رشوه خواری نماینده ها سیستماتیک شروع میشه. سال 79 تا 83
اون داستان شهرام جزایری که به اتهام فساد اقتصادی اوایل دهه 80 افتاد زندان و محکوم شد تو دادگاهش، درباره حالا کاری به اتهاماتش ندارم، به هر حال یکیش رشوه به مقامات بود. خود شهرام جزایری میگه تو دادگاه، میگه من رشوه به کسی ندادم، بلکه 550 میلیون تومان به هادی خامنه ای دادم، 170 میلیون تومان به دکتر اللهیاری نماینده مردم کرمانشاه دادم و اون مبلغ را برای ساخت دانشگاه هزینه کرد و بخشی را در حوزه انتخابی خود هزینه کرد. چه هزینه ای؟ چه هزینه کرد؟ به الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس ششم 170 میلیون تومان پرداخت کردم. در آن زمان شایعه کردند من این مبلغ را به خاطر حق المشاوره پرداخت کردم که چون این چیزی نبود. من نیتی که داشتم کمک‌های خیرخواهانه بود و هیچ چشم داشتی نداشتم. به علیاری و سید رجب حسینی نسب نماینده های استان ایلام و دهلوران در مجلس 240 میلیون تومان تحت عنوان قرض الحسنه دادم تا ملکی را خریداری کنند. مبلغ 15 میلیون تومان به حسنوند نماینده مردم اندیمش برای کمک به مردم محروم اندیمش دادم کذا. ضمناً مبلغ 15 تا 20 میلیون تومان به مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود دادم. من مبلغ 300 میلیون تومان به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخت کردم که در راه خیر صرف کند و به هیچ تقاضایی از من نکرده بود و چون شنیده بودم که آقای کروبی به نماینده ها کمک میکند و مورد وثوق رهبری است، این مبلغ را برای صرف در امور خیریه با اصرار پرداخت کردم. همینطوری اسامی ادامه داره که من فقط بخشی از مجلسیا رو خدمتتون عرض کردم. خب مجلس هفتم، دکتر اکبر اعلمی از نماینده های اصلاح طلب دوره های ششم و هفتم و البته از خوشنامان اصلاح طلب نامه می نویسه دو سال پیش به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، که البته هیچ خبری تا امروز نیست از توجه شیخ صادق به جلز و ولز دکتر اعلمی. اعلمی نوشت کوهکن، برزگر و ندیمی سه نماینده هستند که زمین متعلق به 358 نفر را به نام خود ثبت کردند و سند مالکیت دریافت کردند. محسن کوهکن نماینده اصولگرا و نایب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری از حوزه لنجون لنجان، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، دوره چهارم هم ایشون نماینده بود. علمی نوشته محسن کوهکن به اتفاق طاهر آقا برزگر تیکمتاش نماینده وقت بستان آباد و ایرج ندیمی که اسمش رو کرده ابوذر نعیمی نماینده لاهیجان در تاریخ 21/3/86 بیش از 17700 متر مربع زمین متعلق به 358 نفر را بدون اطلاع و کسب اجازه از آنان به نام خود ثبت و سند رسمی آن را به نام خود دریافت و از آن تاریخ تا کنون منویات خود را به شرکای زمین تحمیل کردند. اینا رو کی صلاحیتشون رو تایید کرده که چند دوره بشن نماینده مجلس؟ از جالب اینه که تا یکیشون لو میره میاد افشاگری میکنه علیه بقیه، علیه رقبا، علیه اونایی که لوش دادن تو رقابت هایی که دارن دیگه. اصلا چرا لو میره هم خودش داستانیست. از افشاگری هایی که همین محسن کوهکن برای نمونه که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بود سال 86، فقط یک نقل قول بکنم بگذاریم. کوهکن میگه در تعاونی مسکن نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در نقاط مرغوب و گران قیمت تهران به احداث مسکن مشغول است، بعضی از نمایندگان بیش از یک واحد مسکونی گرفتند، زیرا از نظر اقتصادی برای آنها کاملا به صرفه و سودآور است. در این باره که پای پول منافع مالی مطرح است، برخی از اصولگرایان و هم تعدادی از اصلاح طلبان که از نظر سیاسی با یکدیگر اختلاف عمده‌ای دارند به تفاهم رسیدند، به گونه ای که یکی از اعضای فراکسیون اقلیت 4 واحد مسکونی و یکی از اعضای فراکسیون اکثریت 3 واحد مسکونی، آن هم در نقاط بسیار خوب تهران به قیمت ارزان از تعاونی مسکن دریافت کردند و چون هر دو طرف در این میان زینف هستند، هیچ انتقادی هم علیه یکدیگر نمی‌کنند. یعنی ببینید چقدر گسترده است که فقط یکی دو تاش از پرده برون میافتد. انتقاد میکنن دارم یکی دو تایی که میگم، یقه هم میگیرن. اگه یکشون گفتم اون یکی رو لو بده. این نمونه شو قبلا یه بار پخش کردیم، بشنویم اینو. افشاگری احمد توکلی و مقداد نجف نژاد تو همین مجلس نهم است که توکلی میدانید که یکی از خوشنامان مجلس و سعی کرده استقلالش رو همیشه حفظ کنه در افشاگری های اقتصادی و دفاع از عدالت و اینا. شما هم میتونید همچی ادعایی کنید؟ شما که زمین خواری، پرونده زمین خواریتون کاملا روشن هست،
شما چند هزار متر زمین فقط در شهرک غرب از بنیاد مستضعفان شخصی گرفتید، تازه متعهد شدید 20% برای یتیمان عوایدش بگذارید، بترسید از آه یتیم که اونم پرداخت نکردید. الان اون قیمت اون زمین که به ثمن بخش با تخفیف به ما به شما فروخته شد 10 میلیارد تومانه. غیر از این شما چند هزار متر زمین در منطقه ییلاقی دماوند شخصی گرفتید، دست پیش میگیرید پس نخورید. خب مقداد نجف نژاد پرونده توکلی رو لو داد، حالا نوبت توکلی. به استناد اینکه یک هیئت امنای تشکیل دادن، خانه جوانی تشکیل دادن، زمین گرفتن از بنیاد مستضعفان، بعدن این زمین رو تفکیک کردن، فروختن. بنیاد مستضعفان ازشون شکایت کرده، دادگاه اول دادگاه جزایی و عمومی بابلسر ایشون رو محکوم کرده، به معامله باطل اعلام کرده، تصرفات شخصی دونسته، خلاف شرطی مضبوط در قرارداد. بعد رفت تجدید نظر، در دادگاه تجدید نظر قاضی محترم ضمن اینکه گفته که بنیاد حقی نداره چون معاملهش تموم شده، تصریح کرده که حق مردم بابلسر که شکایت کنن و زمین رو پس بگیرن از این دست این آقایون، برای اینکه این زمین در غیر محلش مصرف شده. بنیاد مستضعفان تقاضای اعمال ماده 18 کرده، ماده 18 تقاضاش رفته توی قوه قضاییه، 3 کارشناس مستشار عالی مقام نظریه دادن و گفتن که این خار تخلف بوده. من جملهشو میخونم: الهازا فروشنده به هیچ وجه راضی و متمایل به واگذاری زمین در جهت منافع شخصی که پول آن به جیب چند فرد صاحب نفوذ میرود نبوده است. ثانیاً با عنایت به محتویات پرونده و نامه فرماندار محترم شهرستان بابلسر، چنین مؤسسه‌ای وجود خارجی نداشته است. من نمیخوام اینجا قضاوت بکنم. این نظریه کاش مستشاری میره نزد مقامات زیرب، اعمال ماده 18 اجازه میدن، دادگاه تجدید نظر هم عرض در مازندران تشکیل میشه و حکم ابطال معامله میده و تمام تخلفات رو تایید میکنه و دستور میده که غلوغم بشه تمام ساختمانی که اینجا ساخته شده. این زمین ها تفکیک شده، فروخته شده به یکی از خریدارانش، یکی از بدنامترین و متخلفترین صندوق های اعتباری هست. تو همین مجلس که الان هست، ماجرای رشوه از معاون اول رئیس جمهور سابق به نماینده ها و رشوه های مرتضوی به نماینده ها میدونید دیگه افتضاحی به پا میکنه. هر دو همین کارا رو با نماینده های دوره های قبل هم کردن، نماینده های دوره قبل با اینا کردن، به هر حال با هم دیگه همین پولا رو گرفتن، همین پولا رو بهشون دادن. ببینین مهر 88 211 نماینده از 290 نماینده، 211 نماینده مجلس نامه می نویسن به احمدی نژاد، ازش تقدیر می کنن که برادر مؤمن پاک و فلان و بهمان رو کرده است معاون اولش. جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مکرم جمهوری اسلامی ایران، انتخاب محمد رضا رحیمی به سمت معاونت اول رئیس جمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش انقلابی دلسوخته و فعالی نیست که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بودند. حالا اینکه جواب این قدردانی چه دوستی چرب و چیل ادامه داری رو بین نمایندگان ملت در خانه ملت و معاون اول دولت محبوب رهبر یعنی رحیمی درست میکنه خودش داستانیست. فقط یک نقل قول از کمال الدین پور مؤذن خدمتتون میگم که نامه مینویسه به رئیس مجلس و میگه دریافت کنندگان پول از رحیمی باید اسامیشون اعلام بشه. رحیمی در 2 مرحله به نمایندگان مجلس پول داده که در مرحله اول در مجلس هفتم سال 83 به بعد 5 تا 7.5 میلیون تومان به هر یک از نمایندگان که تعدادشان دقیق مشخص نیست اعطا شده و در مرحله دوم رقم 800 میلیون تومان در اختیار نمایندگان قرار گرفته. چند تا نماینده؟ 173 نماینده از کل 290 نماینده، یعنی اکثریت مجلس رشوه خوارن. دفعه 800 میلیون تومان میگیرن به اسم کمک به مساجد. این همه نهاد متولی کمک به مساجد مثل سازمان اوقاف و امور مساجد، شهرداری‌ها و غیره و غیره، اینا همه کشکه. امتیاز نمایندگی دیگه، هر نماینده 800 میلیون تومان بگیره به اسم کمک به مساجد. کدوم مساجد؟
جابر ابدالی، ایشون نماینده رحیمی در بازرسی از بیمه ایران، عضو باند محمد رضا رحیمی، تو چهارمین جلسه دادگاه بیمه ایران که دادگاه مفصلی بود و باید بگذاریم فرصت نداریم، لو میده. میگه دسته چک امضا شده ام را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس، یعنی مجلس هشتم، به محمد رضا رحیمی که الان معاون رئیس جمهور است دادم تا به هر میزان که لازم است به نمایندگان کمک مالی بشود. دست چک سفید داده کی؟ در آستانه انتخابات دور هشتم. یعنی چی؟ برای چی؟ برای اینکه باند ما بره تو مجلس. بعد همون موقع یه کمکی رشوه هایی که گروه امیر منصور آریا به بعضی آدما داده بود مطرح میشه. تو اون پرونده مهافرید امیر خسروی رو به دلیل اینکه رشوه به مصطفی پور محمدی، از جمله مصطفی پور محمدی نداده بود، مصطفی پور محمدی الان وزیر دادگستری، روحانی اون موقع رئیس سازمان بازرسی بود، بازرسی کل کشور، رشوه نداده بود و تو دادگاه هم مهافرید تهدید کرد که افشاگری میکنه، میدونید دیگه، گفت جلسه آینده افشاگری میکنم، دیگه جلسه آینده ای وجود نداشت، فوری اعدامش کردن. گزارش مفصلش رو تو همین صفحه آخر دادیم. ولی اون پرونده کلی رشوه خوارم داشت که چون نماینده مجلس بودن کسی کاری به کارشون نداره. طبق اسناد خودشون نام 10 نماینده مجلس در پرونده اختلاس بزرگ بانکی هست که معروف شد به پرونده 3000 میلیاردی. اسم 5 تاشون درس کرده، الان خدمتتون عرض می‌کنم. اون 5 تا دیگه فعلا قصر در رفتن. اونا هم البته اسمشون درس خواهد کرد. این 5 تا کیان که حتی احضار هم شدن به دادگاه، ولی بعد خب کسی سراغشون نرفت. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. حتی جلسه میگیره این کمیسیون سر این قضیه حرف میزنه. جواد کریمی قدوسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میگه موضوع شوخی نیست. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است و با استفاده از سربرگ کمیسیون توصیه‌هایی را در جهت حمایت از گروه اقتصادی امیر منصور آریا انجام داده و این امر کفایت میکند که وی از ریاست کمیسیون استعفا کند. کدوم استعفا؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. به هر حال چهار تای دیگه کیان؟ محمد دهقان، نماینده 3 دوره مجلس هفتم، هشتم و نهم. جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. صمد مرعشی، نماینده دور هشتم مجلس از حوزه رودبار. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. ببینید، بذارید من فقط درباره همین ارسلان فتحی پور بگم، به اونا نمونه که واقعا آدم ها با چه ترفندهایی مؤدبانه عرض بکنیم میشن نماینده مجلس، تا چی کار بکنن. آقای ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده 3 دوره مجلس، مدارکی که موقع ثبت نام نمایندگی ارائه میکنه قلابیه، جعلیه. وقت نه یه دوره، 3 دوره شورای نگهبان صلاحیتشو تایید میکنه. اینجوریه دیگه که کشک میشه همه چیز. ارسلان فتحی پور تو سابقه کارش نوشته دارای 15 سال سابقه مدیریت در نیروهای مسلح. حالا ببینین دیگه این سندو ببین. کارمند یاد شده فوق، تاریخ 20/11/74، کارمند یاد شده فوق، کارمند ماشین نویس در پایگاه دوم شکاری بوده که در سال 68 به تهران منتقل گردید و سابقه در فرماندهی موجود نمی باشد. برابر شناخت پرسنل این مرکز، مشاوران لای بسیار فرصت طلب و موارد سوء استفاده بوده و برای رسیدن به مقصود به هر کاری دست می زند و در حد ضعیف ارزیابی می گردد. فرمانده دوم شکاری سرگرد حسنزاده. این چیه؟ این جواب استعلامشه. 3 دوره میشه نماینده مجلس، چی بگه آدم؟ بزنین یه اشاره هایی هم بکنم به رشوه هایی که سعید مرتضوی در مقام مدیر ارشد دولتی به نماینده ها داد، رئیس تامین اجتماعی بود دیگه. بعد بریم سراغ مهمانان محترم برنامه. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس سال 92 آمده که 37 نماینده مجلس در مجموع مبلغ 133,500,000 تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی دریافت کردند. نام هیچ کدام از نمایندگان دریافت کننده رشوه از تریبون مجلس اعلام نشد. اینکه لو رفت، مرتضوی واکنش نشون داد. دستش خیلی پره، میدونید. یه نامه نوشت به کمیسیون اصل 90 مجلس. نمایندگان مجلس به ویژه، این نامه مرتضوی ها، نمایندگان مجلس به ویژه بانفوذترها از جمله رئیس و اعضای کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بارها کمک های مالی، کارت هدیه و سکه های طلا گرفتند.
اما در گزارش خود فقط به همون یک مورد اردیبهشت ماه که نام خودشان در آن نیست اشاره کردند. ضمناً دریافت کارت هدیه و بن کالا مختص فقط همین 37 نماینده نبوده است. رقم های پرداختی در سه نوبت به 143 نفر، 75 نفر و 67 نفر از نمایندگان صورت گرفته است. این هم مال همین مجلس نهم که حقاً وارث مجلس قبل از خودشه. بعد این وسط ببینید دردناکه واقعا وقتی یه مرجع عالی قدر تقلید میاد از امانت نمایندگی و این چیزا میگه، آدم نمیدونه به کی باید پناه ببره. آیت الله نوری همدانی میفرمایند شورای نگهبان نظر استصوابی دارد، این امانت را نمیشود به هر کسی سپرد چون بیقانونی میشود. این همه دوست تو مجلسن بیقانونی نشده تا حالا. در خدمت آقای دکتر مهدی خزعلی هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر. شما آقای دکتر از مخالفان تحریم انتخاباتین، میگین باید رأی داد. یادمه که بارها از آقای علی مطهری حمایت کردین، الان ایشون رد صلاحیت شدن. خب دیگه میخواین چیکار کنین؟ منظورم این است که دستتون آیا بسته نشود یا راه اینجور اصلاح طلبی به نظر خودتون راحت بسته نمیشه؟ صدای آقای دکتر ما نمیشنویم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. درود بر شما. من قبلاً هم در سرای قلم با آقای نوریزاد یک گفتگویی، شاید مناظره‌ای درباره انتخابات داشتیم. خب در انتخابات 92 هم ایشون نظرشون تحریم بود. من همیشه میگم باید شرکت کرد. اساساً مسیر اصلاح مدنی برای رسیدن به جامعه مدنی از صندوق رأی میگذره. من معتقدم حتی در انتخابات صدام ملعون، در اون انتخابات هم که 99% رأی میاره، مردم باید پای صندوق برن. حداقل این است که عمله و فعله اون پای صندوق میفهمن که 99% نه به صدام گفتن. حالا خودشون هر چی میخوان پر کنن مهم نیست، ولی باید رفت. اون روزی که جرقه اول زده بشه، ایادی خود صدام میدونن که باید مثل صدام برن یک سوراخ پوشی پیدا کنن. در انتخابات بشار اسد هم که 98% میاره، من میگم بریم پای صندوق رأی. خود اونها بفهمن که واقعا جایگاهشون چه و در بین مردم چه جایگاهی دارن. اما در ایران که وضعیت اینطوری نیست. ببینید ما هر چه تا حالا دستاورد داشتیم از حضور در انتخابات، حتی در سال 88 ما برنده مطلق انتخابات بودیم، به دلیل اینکه خیلی چیزها رو ما مکشوف کردیم. ما پرده از چهره خیلی ها برداشتیم و من بارها گفتم ما پیروز مطلق انتخابات 88 بودیم. الان اگر کاری میکنیم، دستاوردی اگر داریم، نتیجه استقامت، ایستادگی و حضور ملت در سال 88 به کنار بره این حبس ها و حصر ها و همه اینها، اینها هم دستاورد همون ایستادگی و حضور مردمه. من معتقدم که به هر قیمت شده باید مردم پای صندوق بیان. اما خب رد صلاحیت گسترده‌ای بود که خارج از انتظار نبود، ما انتظارش رو داشتیم. آقای صندوق بیان چه بکنن آقای دکتر؟ بله عرض میکنم. بله ببینید این رد صلاحیت به قول اونهایی که میگفتن جنگ برکت است و نعمت، من میخوام بگین که این رد صلاحیت واقعا نعمت و برکت از دو جهت. از جهت اول اینکه وقتی 1% کاندیداهای رقیب رو این جناح حاکم و جناح انحصار طلب تایید میکنه، یعنی اینکه خب ببخشید همه مطرح‌ها، شاخص‌ها، تمام فیل و سر اسب و شاه و وزیر و همه رو زده، چند تا سرباز پیاده گذاشته، اشکال نداره. یکی این که اونها این مظلومیت رو اونقدر به تصویر کشیدن که اگر کسی هم خبر بهش نرسیده بود و ممکن بود به جناح انحصار طلب رأی بده، دیگه رأی نخواهد داد. یعنی طرفداران خودشون هم آش اونقدر شور شده که فهمیدن. دومین چیزی که برکت داشت برای ما این که واقعا یکی از معضلات این بود به کاندیداهای اصلاح طلب بگیم که با هم کنار بیان. این 3000 نفر ما نمیخواستیم که، ما 300 نفر میخواستیم. اینا آیه جنتی زحمت کشیدن، سبک کردن کار رو. اما واقعیت اینه که ما اگر بگردیم بین کاندیداهایی که غیر از جناح اصلاحات هست، از همین مردم عادی، اونهایی که اسم ندارن، رسم ندارن، همون سرباز پیاده هایی که شما اسمشون رو میخوام بذارید. من یه همسلولی داشتم، استاد شطرنج بود. تو اون وضعیت به من داشت شطرنج آموزش میداد. بعد مهره ها رو حذف میکرد، میگفتی که فقط باید با سرباز دفاع کنی یا
مبارزه کنیم. و بعد می‌دیدیم اینقدر قشنگ مبارزه می‌کرد تا با همون سرباز پیاده وزیر طرف مقابل رو می‌زد. من می‌خوام بگم که مردم بیان پای صندوق اب نداره، از تو همین ما باقی مونده ای که در جناح اصلاحات هم نیست، بگردیم یک لیستی پیدا کنیم و مردم بیایند و نگذارند طرف مقابل جناح حاکم رأی بیاره. پیروزی این انتخابات در این نیست که ما حسنی و حسینی و نقوی و تقوی بفرستیم، چون اینها شناخته شده نیستن، برای مردم شاید نتونن جشن بگیرن. اما پیروزی ما این است که با همین سربازهای پیاده وزیرشون رو، فیلشون رو و سوارشون رو، اسبشون رو بزنیم و شاهشون رو کیش کنیم. ما باید این کار رو بکنیم و میتونیم، موفق میشیم. ما میتونیم با همین سربازهای پیاده‌ای که هیچ کس نمیشناسه، در جناحی هم تعریف نمیشن. اولا من میخوام بگم که فکر نکنیم اینهایی که مدعی اصلاح طلبی هستن علیه السلام، بسیاری از اینها همون خشونت طلبهای زمان دهه 60 و هنوز هم نگفتن ما اشتباه کردیم، هنوز هم توبه نکردن، هنوز هم جزئیات اون جنایات اون زمان رو، خشونت های اون زمان رو برای مردم بازگو نکردن. اولین راه پذیرش مردم اینها رو بخواهم بپذیرن و توبه اینها رو بپذیرن اینه که بیان بگن چه خطاهایی کردن، برای مردم تبیین کنن. اینا هنوز هم نمیگن، هنوز هم نمیخوان بگن چه خطاهایی اتفاق افتاده، چه تندروی هایی شده، و ما هنوز هم نگرانیم. پس فکر نکنید اگر اصلاحات و این احزاب اصلاحات رأی نیاوردن یا رد شدن، ملت نگران نباشید. از بین مردم عادی انتخاب کنین. هدف ما زدن وزیر و فیل و سوار جناح رقیبه. آقای دکتر، انتخابات معذرت میخوام. ببینید، در دست کم دو دهه گذشته این داستان انتخاب بد و بدتر همیشه بوده است. آیا فکر نمی کنید انتخاب بد و بدتر، سوال روشن این است که این به نفع آن کسانی یا آن جناحی می شود که شما می فرمایید جناح حاکم، یعنی این چرخه همچنان می تونه ادامه داشته، در بر همون پاشنه به چرخه خلاص؟ ببینید، ما خیلی پیشرفت خیلی خوبی داشتیم. بله، ما در اکثر انتخاب ها بین بد و بدتر انتخاب کردیم. قبل از ما یه ریزشی بوده، یه تصفیه‌ای بوده، یه فیلتری بوده، بله. اما عاقل بین بد و بدتر میخواد انتخاب کنه، بین خوب و بد که همه میتونن انتخاب کنن. ما مسیرمون رو داریم میریم، نمیخوایم به ناامنی عراق یا افغان یا لیبی یا جاهای دیگه برسیم. ما میخواهیم در مسیر اصلاحات برسیم به اون نقطه زیبا و ملت ایران با فهم خوبشون دارن همین مسیر رو میرن، مسیر بسیار عاقلانه رو پی گرفتن. ببینید 37 سال پیش ما یک انقلابی کردیم. اگر تدبیر و عقل الان رو من داشتم، قطعاً ورود نمی‌کردم و انقلاب نمی‌کردم. می‌گفتم اصلاح کنیم، اشکالی نداره، نظام سلطنتی موروثی رو برمی‌داریم اما با اصلاح. خب اون موقع اون کارو کردیم. امروز مردم فهمیدن دنبال انقلاب نیستن، دنبال تو خیابون اومدن نیستن، اما پای صندوقات محکم بیستید. اینجا رو اگه شل بیام خراب میشه. حالا من مثالشو عرض میکنم. ببینید، جشنی که ما فردای هفتم اسفند میخوام بگیریم، جشن این است که بگوییم حضرت آیت اللهی که من تعبیر آیت الله به عرف اونها میگم، بنده هیچ کسی آیت الله نمیدونم، حضرت آیت اللهی که این همه مردم رو رد صلاحیت کردید، مردم با رأیشون پای صندوق تو رو رد صلاحیت میکنن. اگر شاخصهای جناح حاکم رو بزنیم، اگر آقای جنتی رو شما به خبرگان راه ندادید، اگر محمد یزدی رئیس خبرگان رو راه ندادید، این جشن پیروزی داره. باید بیان پای صندوق، باید این کار رو بکنیم. ببینید، در شیراز این کار رو کردن. 6 نفر کاندیدا بود، 5 تا میخواستن، ما هم کسی رو نداشتیم، ولی اصلاحات جمع شد به 5 تای دیگه ای رای داد که امام جمعه ای که میگفت کم خون ریختید بیشتر خون بریزید در جریان 88، آقای حائری شیرازی حذفش کرد، شد نفر ششم. ما این کار رو میتونیم با آقای جنتی بکنیم، با احمد خاتمی بکنیم، با محمد یزدی بکنیم، با مصباح یزدی بکنیم و خیلی های دیگه که میدونید همه مردم میشناسن، کسانی که خشونت طلبن، کسانی که افکار باطلیو که من میخوام عرض کنم، اگر ما انتقاد داریم به وهابیت، اگر انتقاد داریم به داعش، باور بفرمایید افکاری که اینها ترویج میکنن تفاوتی با افکار داعش نداره، اما در این زاویه تفاوتی نداره. بیایید به صحنه با رأی. ما یه موقعی میخوام با شمشیر بجنگیم؟ نه، ما جنگمون بسیار منطقی در حوزه دموکراتیک و با پایبندی و التزام به تمام اصول قانونه. میخوام بگیم شما قانون رو بر نمیتابید، شما در قانونی میکنید و همه رو از تیغ رد صلاحیت بزنید. بسیار سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. در خدمت آقای محمد نوریزاد هم هستیم. آقای نوریزاد خوش آمدید به برنامه. صفحه آخر ارتباط تلفنی داریم با آقای نوریزاد. آقای نوریزاد، صحبت‌های
جناب دکتر خزعلی رو شنیدین، من دیگه سوالی تکرار نمی کنم. شما در این دوره هم مخالف رأی دادنید، چرا؟ درود به شما و به مهمان خوبتون جناب آقای دکتر خزعلی. من صحبت های آقای دکتر خزعلی رو در حد یک شوخی نمکین میپذیرم و به نظرشون احترام میگذارم. جناب آقای فلاحتی، ما مردمی به اسارت گرفته شده ایم، مردمی هستیم که هیچ نقشی در هیچ مفری از فعل و انفعالات زندگیمون نداریم. ما مردم ایران از نگاه آخوندهای حاکم گوسفندهایی هستیم که چپ و راست خودمونم بلد نیستیم، گوسفندانی که حتما باید چوپانی اونها رو به هر کجا ببره، اینکه این گله کجا اتراق بکنه، کجا آب بخوره، کجا دوشیده بشه، کجا گوش تا گوش سرش بریده بشه، در اراده همون چوپانی است که خودش رو از گوسفند بودن بیرون کشیده و با چماق و کلت و مسلسل و زندان و دم و دستگاهی که برای خودش آراسته خودش رو صاحب اختیار این گوسفندا میدونه. این که این چوپان حالا برمیگرده به مردمی که از نگاهش همگی گوسفندند، میگه اگه منو یا این سیستمی که من برای سلاخی شما تدارک دیدم قبول ندارید، بیایید و رأی بدید، حتما به این معنی نیست که ای گوسفندان من شما با رأی دادن میتونید از من عبور کنید. نه خیر، این چوپان و سلاخان همراهش مطلقاً مفری و گریز راهی برای این گوسفندان قائل نمیشن. من دیدم خیلی از این صحبت رهبر ابراز شادمانی کردن، چرا که فکر میکردن رهبر بعد از سال 88 یک تفاوتکی با سابق کرده، حالا فهمیده که مردم یعنی چی، فهمیده که رأی مردم یعنی چی، فهمیده که اگر مردم معترض سابقا به هیچ گرفته می شدن، حالا باید اونا رو دید، باید به رسمیتشون شناخت، باید به حسابشون آورد. اما وقتی همین دو روز پیش زد زیر حرفش، در اصل آقای فلاحتی دلم نمیاد از این واژه استفاده کنم، اما رهبر دو روز پیش با همین حرف جدیدش یک شیشکی حسابی بس به حلق همه اونایی که میگفتن میریم کاندید میشیم، کاندیدا میشیم و در انتخابات شرکت میکنیم، میریم مجلس نرم نرم قوانین رو به نفع مردم تغییر میدیم. اجازه بدید من به یه موضوع اصلی اشاره کنم. به عنوان مثال، هیچ آیا دقت کردید آخوندی به اسم آیت الله سعیدی نماینده رهبری در سپاه بعضی وقتا چه قربون صدقای عجیب غریب از دل سپاه نثار فرماندهان سپاه و پرسنل سپاه میکنه برای رهبر؟ همین آدم امروز که آقای خامنه‌ای سرشو بذاره زمین، دو ساعت بعدش دخیل میبنده به در خونه یکی از سردارای سپاه از ترسش، از ترس مردم. همین علم الهدای مشهد که همه هستونیست کائنات رو پیش پای رهبر فرش میکنه، فردا که آقای خامنه‌ای سرشو بذاره زمین، پشت در خونه سردارای سپاه به خاک میشینه از ترس مردم. چرا؟ چون امروز اگه سپاه یه نیمچه اطاعتی از رهبر و از آخوندا داره، فردا که آقای خامنه‌ای سرشو بذاره زمین کلن ورق بر میگرده. حالا دوستان اصلاح طلب، آدم های معترض و مترقی به سبک گاندی و ماندلا و آزادی خواهان یک قرن و نیم قرن پیش مثل همین دکتر خزعلی خودمون، معتقدن باید با یک نظام خودمحور شاخ به شاخ نشود، باید رفت تو دلش و نرم نرم اونو به یه جای خوب متمایلش کرد. سندی که میارن مدل ترکیه است مثلا، که سابقا کشور ترکیه دست نظامیان بود و احدی جرأت نطق کشیدن نداشت، اما یه عده سیاستمدار مثل اربکان و اردوغان خزیدن به دل مجلس و از درون و با همین سیستم انتخاباتی قدرت رو در دست گرفتن. اینا میگن ما اگه در انتخابات شرکت نکنیم، اگه انتخابات رو تحریم کنیم، نظام که عزا نمیگیره، دست رو دست نمیذاره که هم آرای کلی رو به نفع خودش آرایش میده، هم نماینده خودش رو با 30,000 و 40,000 رأی میفرسته مجلس و خواسته های خودش رو پیش میبره. اینا میگن ما اگه رأی ندیم، آدمای مثل جلیلی و رسایی و کوچک‌زاده رأی میارن. اینا آقای روحانی رو با آقای جلیلی مقایسه میکنن، میگن این خوبه یا اون. من نوریزاد میگم آقای فلاحتی، این طرز فکر دوستان اصلاح طلب و این طرز فکر دوست من جناب آقای خزعلی شاید در 100 سال و 150 سال گذشته جواب بده. یعنی منظور من اینه که هم برای گذشته است و همین که این شیوهی که آقای خزعلی میگه در 100 سال آینده و 150 سال آینده جواب خواهد داد. اما همه این دوستان هرگز
به این مسیر میانبر فکر نکردن که آیا نمیشه این 100 سال همکاری با آدمایی مثل جنتی و فلاحیان و شیخ مصطفی پور محمدی قاتل رو فشرده کرد و مثلا در 50 سالگی این انقلاب هردنبیل با آزادی دست پیدا کرد. این شیوهی که دوستان اصلاح طلب و آقای خزعلی در پیش گرفتن مثل شیوه های کهن و فرسوده است که مثلا در زمان مغول آدمای فهیمی مثل خواجه نصیرالدین طوسی در پیش می گرفتن که آقا ما میریم داخل این سیستم و در هر جنایت و خیانت اون سهیم میشیم و نرم نرم هلاکو خان و اهل و عیال و نسلهای بعدیش رو مسلمون میکنیم و نماز چپ خان. من میگم دوستان اصلاح طلب های خزعلی، شما اگر وارد این سیستم ولایی بشید قبول دارید که باید تک تک دزدی ها و جنایات اونا رو امضا کنید؟ قبول دارید که در هر ستم و ظلم و ناجوانمردی و قتل و غارتش سهیمید؟ مگه میشه شما نماینده مجلس بشید و امضاتون پای آدم کشی های سپاه نباشه؟ مگه میشه شما نماینده مجلس بشید و در اشک و آه و تنفروشی دختران در درمانده ما سهیم نباشید؟ ممکنه دوستان اصلاح طلب ما آقای خزعلی بگن ما هم اگه نباشیم اینا درسته مملکت قورت میدن؟ میگم مگه تا حالا قورت ندادن؟ شاید بپرسید راه حل نوریزاد چیه؟ من میگم آقای فلاتی، با اتخاذ روش هوشمندانه و خردمندانه ما خودمونو از بازی این نظام ولایی و سرداران سیری ناپذیر و آخوندهای گرسنه و مفتخور حاکمیت بیرون بکشیم و دست به یک رفراندوم معکوس ببریم. رفراندوم به این نیست که آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه به مرحله ای از تنبه برسن و بپذیرن که یک رفراندوم برگزار بشه با این پرسش جمهوری اسلامی آری یا نه. من میگم این رفراندوم بدون این که آقای خامنه یا سپاه یا مجلس یا هر کجا بخوان الان دم دست ماست. خودشون مگه نمیگن طرفدارای آقای میرحسین موسوی 14 میلیون نفر بودن در سال 88؟ خب امسال 14 میلیون نفر با رأی ندادن به جمهوری اسلامی، میگیم نه. دفعه بعد با 20 میلیون میگیم نه، دفعه بعد با 40 میلیون میگیم نه. این رأی ندادن اگر از شلختگی و پراکندگی بیرون بیاد و نظم بگیره و مدیریت بشه، حتما ما با اعتنا به ابزاری که در اختیار داریم میتونیم پیروز بشیم. اگر گاندی و ماندلا به شیوه های کهن متوسل میشدن، ابزاری مثل فضای مجازی، مثل شبکه های جهانی، مثل مجامع بین المللی، مثل حقوق بشر جهانی در کار نبود مثل این روزها. اینها ابزار کمی نیستن. من میگم تا حالا لغمه در تو دهن رهبر و آخوندا و سرداران سپاه بود، یه مدتی دیگه هم باشه. ما بدون شاخ به شاخ شدن با آخوندای مسلح و چوپانان مسلحدار و بدون ریختن توی خیابونا با همین رأی ندادن مدیریت شده و با همین رأی ندادن هوشمندانه مدیریت شده، منظورتون این است که مدیریت شده منظورتون این است که استفاده از ابزارهای ارتباطی مثل نمیدونم اینترنت و تلگرام و این داستان رو منظورتونه دیگه؟ نه نه نه، من منظورم اینه که مثلا میگم ببینید آقای خاتمی، سریع صحبت کنید آقای نوریزاد که ما دیگه وقت نداریم، مجبوریم بعد از شما خداحافظی کنیم. یه دقیقه صحبت بفرمایید که ما یه دو دقیقه هم به آقای خزعلی فرصت داشته باشیم بدیم. خواهش میکنم. بله، مدیریت یعنی این که آقا ما یه نظام بدیم به رأی ندادنمون. ببینید یکی از علتهایی که آخوندهای اصلاح طلب با این نظام شدید و غلیظ همراهن و این جمله معروفشون که آقا ما در هر شرایط در این انتخابات شرکت میکنیم به این معنی است که آقا اینا نمیدونن وقتی ورق برگرده تکلیف خودشون چی میشه. ما باید رأی ندادن رو ساماندهی کنیم، مدیریت کنیم. یعنی این 14 میلیون نفری که به موسوی رأی دادن و بعد موسوی همی الان زندانه، انقدر فهم همگیمون داشته باشیم بگیم وقتی موسوی در زندانه ما چرا باید رأی بدیم؟ رأی نمیدیم. بعد این 14 میلیون رو بکنیم 20 میلیون نفر، بعدش بکنیم 30 میلیون نفر، بعدش بکنیم 40 میلیون نفر. اینجا سرداران سپاه هیچ چاره ای ندارن جز یک حکومت نظامی، چون در معرض جامعه جهانی قرار میگیرن. ممنونم جناب آقای محمد نوریزاد از تهران، شبتون بخیر. آقای دکتر خزعلی دو دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم بفرمایید. از ما اولا که ما وارد مجلس بشیم یا دولت جنایات و دزدی‌ها رو امضا نمی‌کنیم، کما اینکه آقای اعلمی ایستاد و وکالت نمایندگان زیادی رو گرفت برای اون تخلف تعاونی و اتفاقا جعلم شده بود، موبایل نمبر هم جعل کردن. بعدم این نمایندگانی که وکالت به آقای اعلمی دادن حق وکالتش هم ندادن که ان شاءالله میرن میدن. اما بحث رفراندوم که میگن منم موافقم، الان یک رفراندوم است، دقیقاً حضور پای صندوق‌های رفراندوم است. اگر شما به چهره‌های شاخص جنای حاکم رأی ندید یک رفراندوم است و این چیزی هم که آقای نوریزاد میفرمان اصلا عملی نیست و شدنی نیست، کما اینکه
در مجلس قبلی که تحریم کردن خاتمی در آب سرد رفت رأی داد و بقیه هم داد. من تو زندان بودم، اون بازو میومد منو مسخره میکرد، میگفت خب خاتمیتون رأی داد، فلانیتون رأی داد، فلانیتون موسوی خوینی هاتون رأی داد، دونه دونه لیست برای من میآورد. اصلا شدنی نیست. الانم در جبهه شورای هماهنگی اصلاحات که 18 حزب اصلاحات هستن، همه با هم متفق القولن که باید در انتخابات قویا شرکت کرد. پس شعاری که آقای نوروزاد میفرمایند عملی نیست. اونی که عملی هست حضور و واقعا انتخابات هفتم اسفند رو به عنوان رفراندوم و نه به جناح حاکم به انحصار طلبان بدونیم و پای صندوق بیاییم و اینها رو بریزیم، شاخصها رو بریزیم. من تقاضا میکنم بیایید پای صندوق ها و ببینن که سرباز ما میتواند وزیر اونها رو بزند و شاه اونها رو کیش کنه. این کل قصه است. من میخوام از مردم شبتون بخیر آقای دکتر خزعلی عزیز. آقای نوریزاد، ما خوشبختانه آقای دکتر خزعلی خیلی فشرده صحبت کردن، 30 ثانیه وقت داریم، اگر صحبت دارین خواهش می‌کنم تو همین 30 ثانیه بفرمایید. ببینید، رفراندومی که من میگم نه گفتن به دزدی هاست، نه گفتن به آدم کشی هاست. ما جمعیت معترض فراوانی هستیم، شلختن، پراکندن، اینها رو اگر ساماندهی بکنیم یک دفعه 20 میلیون نفر در انتخابات شرکت نمی‌کنن و این یک برگ برنده رو از حاکمیت میگیره. آقای خزعلی اگر نفسش برآورده بشه 40 میلیون نفر شرکت کنن، فردا رهبر میگه دیدید آقا 40 میلیون نفر اومدن شرکت کردن، حتی اگر آراء باطله بدن. پیروزیش مال رهبره. حالا یکی دو نفرم به دلخوشی آقای خزعلی میان توی مجلس و یه کارایی میکنن. آقا سرداران سپاه لایحه‌ای رو که میان مجلس میخوان فردا مطرح کنن، روز قبلش میان از نماینده ها امضاش رو میگیرن. اینو خود دوستان به اصطلاح نماینده به من گفتن. اینه که نمیشه آقا، باید با رأی ندادن به حاکمیت نشون داد که تو نباید از حضور در پای صندوق ذوق مرد بشی. بسیار سپاسگزار آقای نوریزاد و جناب دکتر خزعلی، شبتون بخیر در تهران.